نخستین بار است که در سال 1399 هجری خورشیدی مسئولان بخش رسانه‌ها و اداری دادگاه عالی در نشستی برای پاسخدهی به پرسش‌های خبرنگاران حضور یافتند. در این نشست رئیس دادگاه عالی و دیگر اعضای شورای عالی دادگاه عالی حضور ندارند. 8 پرونده در قسمت محاکمه وزرا از طریق کمیته تحقیق خاص وزرا بستر محاکمه مواصلت ورزیده، در قسمت 2 نفر از یا حکم محاکمه صادر شده. آمر عمومی بخش اداری دادگاه عالی در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی روند محاکمه وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن و پترولیم میگوید که دادگاه حکمش را درباره او صادر کرده است. فیصله قانونی در میاد قانونی صادر شده، وکیل قانونیش میتونه با مراجعه به محکمه خاص وزرا یک نقل از کپی آنمو فیصله را تسلیم شد. ظاهراً گزارش کاری یک ساله این نهاد و پاسخ نمایندگان دادگاه عالی در این نشست و پرسش‌های خبرنگاران قناعت آنان را فراهم نکرده است. د ستر محکمه وایان اول زلد چې موږ دی پیژنو در دې په خاطر باندې چې دوی له رسنیو سره د اطلاعاتو شریکول کې بیخي پاتې راغلی دي. چند موردی را که با اینا ما سر کار داشتیم به گونه مستقل عمل نمیکنند، یعنی معلومات به گونه درست در اختیار خبرنگار قرار نمیتوند. در همین حال نهادهای ناظر از مبارزه حکومت با فساد اداری دادگاه عالی را از بسته‌ترین نهادهای دولتی در دادن اطلاعات میدانند. عدم ارائه اطلاعات به موقع سوی ستر محکمه باعث کمبود اعتماد مردم به این نهاد شده است. سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس دادگاه عالی است.